سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران که در این ساعت به تماشای برنامه سرزمین ما، برنامه ویژه گروه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا لندن نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت پیش رو در این برنامه با میهمان سرزمین ما آقای علاءالدین فتح رازی گفتگو خواهیم کرد درباره حقوق اقوام ایرانی، به ویژه در مورد ایرانیان آذری یا آذری‌های ایران. در این زمینه که حکومت اسلامی ایران چه اقداماتی تاکنون در جهت تأمین حقوق اقوام ایرانی به عمل آورده گفتگو خواهیم کرد و نیز آنچه را که اخیراً وزیر سرپرست وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی آقای فانی در مورد تدریس زبان مادری در مناطقی مانند آذربایجان، کردستان و بلوچستان و مناطق دیگر که اقوام ایرانی به زبانهای دیگری نیز سخن میگویند گفته است مطرح و مورد بررسی قرار خواهیم داد. آیا ظلم و ستمی که بر اقوام ایرانی می رود ریشه هایش در این است که غیر آذری ها، غیر کرد ها، غیر بلوچ ها، غیر ترکمن ها بر آنان ظلم می کنند یا ریشه در جای دیگری دارد؟ کجا؟ مورد سوال ماست. در میان خواهیم گذاشت با میهمان گرامی این برنامه تا لحظاتی دیگر. من معرفی کوتاهی داشته باشم درباره مهمان عزیزمون در این برنامه. آقای علاءالدین فتح رازی دعوت ما را پذیرفتن. ایشون مقالات، مطالب متعددی در رسانه‌های خبری اینترنتی، در وبسایت‌های گوناگون نوشتن، وبسایت مستقلی دارن که آدرس اون رو در طول برنامه بر روی صفحه تلویزیون خواهید دید، همراهان.com. در زمینه حقوق اقوام ایرانی به ویژه حقوق مردمان ایرانی آذربایجان و راه‌حل‌هایی که پیشنهاد کردن در این زمینه، توصیه میکنم خوندن مقالات ایشون رو روی وبسایت شخصی آقای فتح رازی. بیوگرافیشون طولانی تر از وقت برنامه ما هست، به مرور آشنا خواهید شد، هم من هم شما، با فعالیت های فرهنگی ایشون که به ویژه در زمینه فرهنگی است در طول این برنامه و برنامه های آینده ای که دعوت ما رو خواهند پذیرفت. خوش اومدید آقای فتح. خیلی متشکرم آقای چالنگی، متشکرم از این که من در دعوت کردید و با سلام خدمت بینندگان شما. آقای فتح رازی، بذارید، ما معمولا متاسفانه خبرهای خوب زیاد از ایران نداریم، یعنی این 30 چند ساله خیلی خوشحال میشیم که خبرهای خوب داشته باشیم، مثلا برای روح و جان آدم مثلا زیان آوره 30 چند سال مرتب هر روز خبرهای بد. بزنیم با یک خبر نسبتا خوب شروع کنیم که نگن همش خبر بد. آقای فانی سرپرست وزارت آموزش پرورش گفته که تدریس زبانهای مادری برای اقوام ایرانی در دست بررسی است. نگاه شما رو میخواییم ببینیم، چقدر امیدوار هستین چون این بشه؟ ببینید، ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دو تا اصل مشخص داریم در این مورد، اصل 15، اصل 19. ولی خب مثل هر قانون اساسی دیگری این مسئله کلیست، این ها میتونن به زبان خودشون تحصیل کنن، بنویسن، حرف بزن. ولی اصل مطلب وقتی پیش میاد که شما میاید اینو سعی میکنید اینیش بکنید، و اون موقع باید ساز و کارهای مشخصی آماده کنید برای اینکه این چجوری تدریس بشه، از کجا شروع بشه، چقدر از وقت آموزش پرورش صرف این بشه، چه بودجه اختصاص داده بشه. در گذشته کارهایی که شده مثل زمان آقای خاتمی، که خب آقای خاتمی هم سعی کردن کارو بکنه،
ولی با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد، فقط تونست دو واحد که اگر میخواستن در دانشگاه اینو میگرفتن، یعنی دو واحد زبان ترکی آذری، چیزی بود که ایشون تونستن انجام بدن. در مورد انتخابات سال 88 هم مسلما آقای موسوی و آقای کروبی بیانیه دادن در مورد این مسائل، آقای موسوی در 6 صفحه، آقای کروبی در 24 صفحه، ولی باز اونجا هم زیاد مشخص نبود. بحثی که آقای روحانی تو این بیانیه شماره 3ش انجام داده، در واقع به نظر من در 10 ماده 9 ماده ای که هست بحث مشخصی داره، یعنی میگه که ما باید این زبان ها تحصیل بشه، در مدرسه تحصیل بشه، و سعی میکنه که بگه که ما در این جهت چه کارهایی میتونیم بکنیم و از کجا شروع خواهیم کرد. من صحبت های آقای فانی رو در ارتباط با این مسئله میبینم. آقای روحانی قولهایی در طول انتخابات داد به مردم آذربایجان، دو تا از اینا، یکی مسئله ایجاد حتی فرهنگستان زبان ترکی آذری بود و همچنین نجات دریاچه ارومیه. این دوتا چیز دلیل مهمی شد برای اینکه مردم آذربایجان بپذیرن یا یک جوری در رأی گیری ترجیح بدن آقای روحانی رو به بقیه. 3.5 میلیون در آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، استان اردبیل، بهشون رأی دادن. حالا ظاهرن آقای فانی که نتونستن اصلا وزیر بشن ولی فعلا سرپرست هستن، شروع کردن برای این کار و به نظر من این شروع خوبی است. اهمیتش در چی هست؟ اهمیت تدریس زبان مادری در آذربایجان، کردستان، این رو من از این جهت میپرسم که برای برخی از بینندگان ما که آشنا نیستن با این موضوع. ببینید ما باید بپذیریم در ایران اقوام مختلف یا اتنیک‌های مختلف زندگی میکنن. این اتنیک‌ها اساس تعریف اتنیک بر اساس زبان و فرهنگ، یعنی شما یا باید برید تعریف‌های نژادگرایانه بکنید از اتنیک، یا نه فرهنگ همون زبان. برای همین اینهایی که دارای زبان خاص خودشون هستن، از بچگی تا کلاس ششم دبستان، ششم تا سن 6 سالگی 7 سالگی که وارد کلاس اول دبستان میشه، تو خونه معمولا ترکی حرف میزنن، کردی حرف میزنن، یا مثلا عربی حرف میزنن احتمال. ولی وقتی وارد مدرسه میشن مشکل اونجا پیدا میشه، از نظر آموزشی اینا مشکل پیدا میکنن، چون که حرفی که معلم میزنه نمیفهمن. اینا هیچ وقت به سو نگفتن آب و ناگزیر هستن که خودشون به یه جوری ادابته کنن. این ادابتاسیون طول میکشه، بعضی وقتا سریعه، بعضی وقتا در تمام طول تحصیل این فرد رو مجبور میکنه یه جوری عقب بمونه از رشد و رشد فرهنگی خودش. مسئله زبان برای یک قوم همونقدر مهمه که مسئله موجودیت اون قومه. شما البته میتونید با سیاست های یک قوم آسیمیله بکنید، داستان دیگریست، ولی اگر بخواید در مورد یک مملکت، یک همگنی، یک اتحاد ایجاد کنی، این اتحاد وقتی است که شما تمام این فرهنگ‌های مربوط به این اقوام رو بپذیرید که بر اساس اون زبان است. آسیمیله کردن خود شما توضیح بدید برای این که مثلا از نظر فرهنگی کلا یک شخصی رو فرهنگش ازش بگیرید، یه فرهنگ غالبی رو که احتمالاً در جامعه هست بهش بدید. چون برخی از بینندگان ما با این کلمات آشنا نیستن. ببینید علی رغم این موضوع، این یک موضوع تو پرانتز، موضوع مورد بحث نیست، ما شاهد هستیم در نسل ما، شما و تا به امروز شاگردهای اول بسیاری از رشته‌های دانشگاهی در ایران اتفاقا از آذربایجان بودن یا مناطق دیگه، یعنی مثلا من اینها بود. خب این نکته هست، چون برخی ها این تصور رو دارن همین که صحبت تدریس زبان آذری در مدارس آذربایجان میشه، ایران میشه، یا کردی در مدارس کردستان، یا بلوچی در جای دیگه، یا حتی ترکمن ها گیلکی یا هر جای دیگه، این آغازی هست برای جدا شدن فرهنگی از بقیه مناطق
ایران یا اون چیزی، این تصور بعضی هست. نه. اما پرسش اینجا این هستش که آیا واقعا چنینه؟ یعنی شما پیشنهادتون این هستش که در مدارس فقط زبان آذری تدریس بشه یا نه زبان فارسی به عنوان زبانی که همه این اقوام رو به مسلمه؟ بله، مثلا اینجاست که زبان فارسی دارای پیشینه خیلی بسیار زیادی است. حدود 1000 سال اقوام ترک در ایران حکومت کردن با زبان فارسی، یعنی این پیشینه بسیار زیادی داره و این میتونه به عنوان زبان مشترک باشه، برای اینکه بالاخره توی کشوری ما زندگی میکنیم و توی این کشور مردم باید با هم دیگه بتونن ارتباط داشته باشن. زبان مادری به عنوان هویت اتنیکی یک فرد براش مهمه. ببینید، فرد هویت‌های مختلف داره، هویت جنسی داره، هویت ایدئولوژیک داره، هویت ملی داره، و شخصی که احساس میکنه برای اینکه در یک جمعی که وارد میشه جزء اون جمع باشه، باید احساس کنه که هویت‌هاش تحت سوال، زیر سوال نمیره، و این به همون اتحاد کمک میکنه. تا برعکس این که شما فکر کنید اگر شما بخواید این فرهنگ ها را از هم جدا کنید نهایتاً به تجزیه خواهد انجامید. این به نظر من برداشت ساده لوحانه است، در این حالی که بسیاری که بر این برداشت به اصطلاح بر این برداشت بر تبلش میکوبند بیشتر به خاطر این هست که نظر، یعنی جنبه سیاسی بهش دادن قضیه رو بیشتر، صرفاً سیاسی. نه ببینید، مسئله سیاسی شدن یه مسئله از نظر طور کلی ممکن بگی سیاسی میشه، یه چیزی هم هست که حکومت یا کسانی که حاکم هستن سیاسی میکنن. شما مسائل دستشویی رفتن تو جمهوری اسلامی سیاسی شده، در که اصلا مسئله رفتی به سیاست نداره. مسئله آذربایجان به نوعی سیاسی شده، چون مخالفت هایی که باش میشه، گذشته‌ای که داشته، این رو یه حالت کلی سیاسی برش داده. ولی بحث در اینه که آیا این واقعا به صورت مشخص سیاسیه؟ من فکر می‌کنم نه. من فکر می‌کنم اول فرهنگی و اتنیکی، مردمی که اونجا زندگی می‌کنن. یعنی این فکر و این ایده و این پیشنهاد، هر چه که عنوان بهش بدین، این به سمت جدایی یا تجزیه نمیره، چه در مورد آذربایجان چه در مورد بقیه کردستان منطقه. کردستان یا بلوچستان یا خوزستان. ببینید، مسئله تجزیه مملکت مسئله ساده ای نیست، مخصوصا در مورد آذربایجان. آذربایجان، شما وقتی صحبتی کردید در مورد این که شاگرد اولا آذری بودن، از آذربایجان بودن یا موفق بودن، که افرادی که موفق بودن، واقعیتش اینه که مردم آذربایجان، ملت آذربایجان نظر من اونقدر بزرگه تو ایران که همه جو آدم توش هست. یعنی شما صحبت از 35% جمعیت میکنید یا 20 میلیون جمعیت آذربایجانی میکنید، برای همین همه جور آدمی توش هست. اینی که شما فکر کنید اینها بخوان جدا بشن، برای جدا شدن خیلی مسائل است. مثلا سرمایه‌دار آذربایجانی سرمایه‌اش بافته شده در کل سرمایه‌داری ایران، یعنی شما نمیتونید اینا به این راحتی جدا کنید. به جدایی ملت ها یه مقداری هم برمیگرده به جدایی اون سرمایه‌داران یک ملت، کسانی که از نظر مالی میتونن برای این کار چیز بکنن، حمایت بکنن از این کار. همینجوری شما نمیتونی بگی آقا جدا شد. بعضی مناطق که بسیار عقب ماندن، این جدایی در موردشون خیلی راحت اتفاق میفته، چون تمایل، یعنی تمایل نه اصلا امکان، حالا تمایل من کاری ندارم، امکان جدایی رو ما بحث میکنیم. اصلا در مورد اینا کسایی هستند، مناطقی هستند در فقر مطلق، هیچ ارتباطی با تهران ندارن، هیچ رابطه ای ندارن. اینا جدا شدن ساده تر از اینه که یک ما فکر کنیم که آذربایجان بتونه جدا بشه. برای اینکه تهران مثلا میگن بیشترین سکنه ترک آذری رو داره، یا مثلا بقیه در همه شونات مملکت آذربایجانی ها هستن، چرا باید اینا جدا بشن؟ اول باید شما نشون بدید این جدا شدن به چه صورتی اتفاق خواهد افتاد. آیا اینا یه گروه هایی هستن میخوان میان می جنگن، بعد خب
مسائل دیگری مطرح میشه، جنگ داخلی و نمیدونم اینا، یه عده به زور بخوان یه بخشی رو جدا کنه. من حرف من مشتب بر این هست، این پیشنهادی که می این پیشنهاد شما که به طور روشن هم توضیح داده در راجب زبان، این پیشنهاد در گام بعدیش به تقویت فرهنگ ملی در سطح ایران می انجامه، یعنی به داد و دهش های فرهنگی. ببینید در یه زمینه دیگه ای، ما الان فرش تبریز رو در خونه خوزستانی میبینیم، در اهواز میبینیم، قلی ماهی بندر عباسی رو روی سفره اصفهانی میبینیم، میدونین کوفته تبریزی رو من روی سفره دوستان سنندجیم خوردم در زمانی که اونجا بودم، و همینطور غذای سنندجی رو بنده مثلا فرض کنید در تهران خوردم. این داد و دهش هست، این داد و دهش که اشاره شما کردید. پرسش من این هست، وقتی که چنین اتفاق میفته در کردستان، زبان کردی تدریس میشه، زبان فارسی نیست، به عنوان زبانی که کرد ایرانی رو به گیلک پیوند میده مکالمه، یا بلوچ رو به آذری، وقتی چنین بشه شما پیش بینی میکنید که فرهنگ ملی داد و دهشش ساده تر خواهد شد، یعنی راحت تر در ببینید انتشاراتی خواهیم داشت و همین حرفای دیگه. ببینید مسئله دو تاست، یکی بسا راحتی هایی که مسئله پیش میاره برای همین داد و دهش های فرهنگی که شما میگید، یکی هم هست که لزوم یک مسئله است، لزوم حالا شما میتونید سیاسی فرهنگی هرچی، اینه که یه فرهنگی، یه بخشی از جامعه، یه بخشی از مملکت شروع کنه توی فرهنگ خودش رشد بکنه، این مسلماً کمک میکنه به اون افرادی که اونجا زندگی میکنن که با فرهنگ‌های دیگری هم آشنا بشن. البته ما وقتی فرهنگ میکنیم، ما سابقه زندگی هزاران سال با هم دیگه داریم، ما اساسا ارتباط رو داریم، یک ملت بودن همیشه در بالاخره این ارتباط رو داریم. مثلا نوروز برای همه ما یه جشنه، جشن ملی یا جشن کل مردم ایران هست، ما اینها رو داریم. ولی برای این که شما احساس کنید یک گوشه ای از کشور شما دارای اون امکانات، اون همون امکاناتی باشه که در شهر تهران هست، این کمک میکنه به رشد اون قسمت. معمولا زبانشناس ها میگن که شما زبان رو نخواهید فهمید من که دو تا زبان بدونید. من خیلی خوشحالم از این که هم ترکی میدونم هم فارسی میدونم، و این کمک میکنه. من ترجمه کردم مثلا آثار یک شاعر ترک رو به فارسی و اثرات خیلی بزرگی گذاشت. برای اولین بار ما صحبت از شعر گفتاری در شعر فارسی کردیم، من اولین بار این کلمه رو استفاده کردم، آقای اسماعیل نوریالا 20 سال پیش لطف کرد اینو چاپ کرد، بعد ما دیدیم یه ژانریه در میتونه تعریف بشه. مثلا شعر فروغ رو ما بتونیم بگیم شعر گفتاری یا بخشی از شعرهای شاملو، یعنی این کمک میکنه رشد یک فرهنگ، کمک میکنه، تأثیر میذاره در فرهنگهای دیگه. شما نگاه کنید، من این ترس رو اصلا احساس نمی کنم. شما سوئیس رو ببینید، 4 زبان حرف میزنن. بله. و توی سوئیس هم ازشون بپرسید، از آلمانی سوئیسی بپرسید شما آلمانی هستید، میگه نه. سوئیسی. بله. شما اینو دارید پیشنهاد میکنید. بعد شما حساب کنید مثلا چیز اونجا هست، اتریش اونجا هست. بله. اتریش 7 میلیون نفر جمعیت داره. هیچ وقت نمیخواد به آلمان بپیونده که از هر نظری باشه دیگه، خیلی مشکل فرق اینا رو گذاشتن. چرا؟ میگه چون من اونجا برم تحلیل میرم تمام میشه. خیلی دلش میخواد به سوئیس بپیونده، ولی سوئیس نمیذاره، چون که با آمدن اتریش تو سوئیس آلمانی زبان ها یک جور دست بالا رو پیدا میکنن. شاید هم از این میترسه یه هیتلر دیگه از درونش، تکشون هیتلر از اتریش اومد. ولی واقعیت اینه که
این مسئله کمک میکنه به رشد فرهنگ ها و تاثیر این فرهنگ ها برای یکدیگر، نه اینکه حل شدن یه فرهنگ در فرهنگ دیگه. من فکر میکنم این رشد کمک خیلی بسیاری به رشد فرهنگی در ایران خواهد کرد. ولی اینی که در ایران ما معتقد باشیم که یک زبان یا گفتن یک ملت این مملکت رو یک پارچه نگه خواهد داشت، من زیاد خوشبین نیستم. یعنی باید به زور نمیشه طرفی رفت. من یک کلمه رو چون به کار بردن، ما وسواس داریم در کلمات، برای برخی بینندگانمون احتمالاً نمیدونن ژان به کار بردن، همون نحله از شیوه کلاس معمولا درباره شعر یا سینما به کار برده میشه. بله اون ژان ببخشید، تمنا میکنم زبان ما ترجمه ما رو سعی کنیم کم کم در زبان فارسی یادمون میره. به هر حال اختیار داریم، بینندگانمون احتمالا یکی دو نفرم ندونن، ما وظیفه داریم برای شما. ببینید مثلا همین اتفاق هم مسئله اقوام در کشورهای مثل ایران، شما میدونید قطعا که کلمه درستی یا نیست، آلوده شده به مسئله سیاست به معنی مورد بهره برداری حکومت ها یا حتی مخالفین حکومت ها. یعنی مسئله اقوام در ایران یک زمانی در سطح بین المللی مورد بهره برداری قرار میگیره، چه از طرف شوروی زمان، چه حتی چین، چه و طبعا حکومت وقت هم عکس العمل هایی داشت یا همین. حالا به نظر شما چطور میشه که راهی رو رفت توضیح داد مطالبات اقوام ایرانی رو که برای مردم ایران تصورات گذشته پیش نیاد؟ یعنی وقتی شما دارین صحبت میکنین راجع به مطالبات مردم آذربایجان ایران، دوباره به فکر این نیفتن که سالهای 24-25 بله پیشوری و بقیه یا جدایی آذربایجان اینا پیش نمیاد، این اون نیست، یک چیزیش به نفع هم است، یک موضوعیش به نفع هم است، به نفع ایران. ببین من فهم میکنم یک بازبینی از تاریخ معاصر لازم. ما وقتی قانون اساسی بلژیک رو ترجمه کردیم تو انقلاب مشروطیه، یه چیزایی بهش اضافه کردیم به خاطر ضرورت اون موقع بود دیگه، یعنی الکی که نبود، انجمن‌های ایالت ولایتی. خب این به عنوانی که تو قانون اساسی بود باید براش به اصطلاح همین سازکارها ایجاد میشد، براش نوشته میشد که اینا به چه ترتیبی ایجاد بشه، چه جوری کار کنه، انتخابات محلی چی باشه. این هیچ وقت اتفاق نیفتاد. چیزی که اتفاق افتاد حوادثی بود که خودشون رو بر این اساس تعریف میکردن. مثلا کلنل مامتای کامپسیان میگفت من بر اساس انجمن‌های ایالتی و ولایتی اینجا میخوام یک اداره محلی ایجاد کنم در خراسان. در خراسان. یا مثلا جنبش جنگل، خب اون میگفت من جمهوریم، ولی اون چون ایدئولوژیش فرق میکرد، سلطنت رو نمیپذیره، میگفت اتحاد جماهیر سوسیالیستی ایران درست کنید. ولی خب باز میگفت مبنای حرکتش، شروع حرکتش مجالس ایالتی ولایتی بود، یا آزادیستان شیخ محمد خیابانی، یا پیشوری. ببینید همین صحبت هایی که شما میکنید، من احساس میکنم که ما در مورد تاریخ خودمون به ما بد جوری گفتن. پیشوری هیچ وقت نمیخواست آذربایجان جدا بشه، اگه میخواست خیلی راحت این کار رو اوائل میکرد. عملا شد اما نه، هیچ وقت نشد پیشوری. ببینید من فکر میکنم شما مثلا نوشته های نامه های صادق هدایت به دوست بسیار نزدیکش دکتر شهید مولایی خونده باشید، ببینید چقدر خوب راجع به پیشوری حرف میزنه و چقدر عصبانیه وقتی که این حکومت از بین میره، چون میگه من اینو برای تمام ایران میخوام، تمام ایران باید اینجوری باشه. خب ببینید شما راجع به هدایت میگین، مثلا فرض کنید آقای کافکا به دوست بسیار نزدیکش ماکس برود هم نامه‌ای راجع به لنین نوشته بود. آقای کافکا در اون حوزه شاید صاحب صلاحیت نبود. نه ولی این اتفاقی که تو ایران میفته بله، و هدایت ایرانی بود و در جریانات بود، حتی خودش میگه این اوائل خیلی حرکت پان ترکیستی شروع شد، ولی اصلاحاتی که اونجا میشه من فکر میکنم
بر تمام ایران مفیده. و بعد هم مثلا پیشوری خودش بعد از اینکه میره شوروی اونجا میگه که ما اشکالی که داشتیم نتونستیم خودمونو خوب برای مردم تعریف کنیم. خوب فرض رو بر این میزه. من میخوام بگم ما باید از اینجا شروع کنیم. اجازه بفرم فرض رو بر این میزه. من وارد بحث پیشوری نمیشم برای اینکه خیلی بحث طولانی است. فرض رو بر این میذاریم که به آقای پیشوری گفته که ما نتونستیم خودمون درست توضیح بدیم. درسته؟ سوال من درست همینه. در حال حاضر چه باید کرد که درست توضیح داده بشه؟ دوچار سوء تفاهم نشن؟ شنوندگان، مخاطبان شما یا مخاطبان بقیه اقوام دوچار این سوء تفاهم نشن که شما خواستار تجزیه هستید؟ این رو چه شیوه هایی باید انتخاب کرد که حکومت ها بهره نگیرن؟ حکومت مرکزی راهش این هست که اولا حل مسئله ملی رو ما در سرتیتر مسئله سیاسی بذاریم. یعنی هر گروه سیاسی که برای ایران داره کار میکنه باید بگه، اون باید بگه، نه من، من که کاری نیست، اون باید بگه که من چجوری میخوایم مسئله رو حل کنم. خب برنامه های مشخصی هست، گروه های مشخصی هم در این موارد کار میکنن، چقدر موفقن یا نه مسئله دیگریست، ولی فدرالیزم یکی از مسائل. به نظر من شخصا از من بپرسید، من فدرالیزم استانی رو قبول میکنم، چون که من نظر خاص خودم رو دارم. من فکر میکنم میتونم توضیح بدم؟ حتما اختیار دارم، چون که نمیخوام برنامه شما رو زیاد بگیرم. نه نه خواهش میکنم، برنامه شماست. یک جنبش دموکراسی خواهی در ایران هست امروز، این مشخصه. حالا یه گروه های سیاسی هستن که چقدر عمل کردشون مثبت است، منفی است، یا اصلا عمل کردی دارن، ولی یک جنبش دموکراسی خواهی در ایران هست. این جنبش دموکراسی خواهی دارای جزئیات مشخصه. جنبش زنان، جنبش دموکراسی خواهی، جنبش سندیکای کارگران، جنبش آزادی بیان و حقوق کودکان، اینها جنبش هایی است که شما میبینید، و جنبش های ملی که در ایران هستن. اگر نگاه کنید این جنبش ها غیر از یک جنبش آخری، جنبش ملی، بیشتر حالت صنفی دارن. مثلا جنبش زنان به خاطر این درست نشده. جنبش زنان اصل خواستش اینه که برابری حقوق زن و مرد وجود داشته باشه تو مملکت در تمام شونان، نه اینکه آقا رئیس جمهور بعد از این ما زن انتخاب بکنیم. یا جنبش سندیکای کارگران، این کارگر بتونه حقوقش رو بگیره که 6 ماه عقب افتاده. این به خاطر این نیست که حکومت رو مثلا عوض کنه، سوسیالیستی بکنه. یا جنبش چه میدونم آزادی بیان. تنها جنبشی در ایران که حکومت رو هدف قرار داده جنبش های ملی است. اینا سهم میخوان از حکومت، خیلی راحت بگن. و اینها سهم از حکومت به چه معنی؟ ما هم هستیم، ایرانی هستیم، ما هم میخواییم در حکومت شرکت داشته. این حل میکنه مشکل رو. ببین الان مثلا اگه در برابر این موضوع گفته بشه که همین الان در ایران، چون این موضوع اگر سهم میکنه، بله آذری ها میتونن بگن آقای خامنه ای آذری است، بسیاری از مسئولان حکومت آذری است. منظور من مسئله فردی که نیست، همین رو میگم. مسئله این که در داخل اون منطقه‌ای که هستن استاندارشو خودش انتخاب کنه، یعنی بریم به اون سمت بودجه داشته باشه. یعنی وقتی میگیم اینا باید حکومت‌ها، یعنی گورنمنت میگم، حکومت ما درست برعکس میگیم، حکومت‌ها باید محلی باشن. اینا در حد مد در لندن، چون یعنی ببینید چند تا بارو هست، فدرالیسم. ولی یه مشکل هست، من فکر میکنم، من اول اعتقاد داشتم به این که این نیروهایی که ملی هستن، سازمانهای تشکیلات ملی، اونقدر بالغ هستن که بشینن پشت یه میز و با هم حرف بزنن، و اصولا اونها هستن که ایران رو، ایران آینده رو بسازن. در سال من نمیبینم اینو. من حالا اینو، این بلوغ رو نمیبینم در این ملت ها، گروه چون اینا رو ول کنی میفتن به جونم. برای همینم پیشنهاد میکنم که فدرالیسم استانی باشه. آقا همینایی که هست، حقوقی که میخواید بنویسی، چیزایی که میخواید بنویسی، و در دولت مرکزی هم سهم باشه. همون شوراهای محلی که گفتید، ایالتی ولایتی، همون بله، که در سال 1341-42 اون سالها آقای خمینی با انجامش مخالفت کرد. نه دیگه
از زمان مشروطه همه مخالفت کردن که قرار بود تشکیل بشه. بله. در 1341 بله. اولین شورش و حقوق زنان بله. بود که مخالفت کرد. این بله. در نظام پیشین بود که اون سالها بله. منظور من اینه که وقتی از این جنبه به مسئله نگاه میکنید، من به نظر من ایران یک ملت یک زبان نیست، ایران مجموعی از ملت هاست و این ملت به اون معنایی که من گفتم اتنیکی قومی که میخواد یعنی میشه در بخش اقوام خودش هستن. اقوامی که خب میخوام بعضی از اقوام نمیخوام. آخه ببینید این که خواستنه، ببینید این اقوامی که ما داریم اشاره میکنیم یا به طور تاریخی در ایران وجود داشتن. بله. یعنی ما حتی میتونیم بگیم پیامبر ایرانی زرتشت از منطقه آذربایجانه، درست؟ خب. یا در اونجا بودن یا مهاجم بودن اومدن ساکن شدن. این کدوم هست؟ ما راجع به کدوم صحبت میکنیم؟ اگر اونی بوده که به طور تاریخی بوده وجود داشته چند هزار سال، خب جز اون ملت. حالا ترکی صحبت میکنه، غیر ترکی صحبت میکنه، یک ملتیست به اسم ملت ایران، قومیست به اسم قوم آذری، قوم دیگه هست گیلک، قوم دیگه فلان. یعنی این نگاه هم مطرح هست که آیا اقوام مهاجمی هستن که آمدن به ایران یا اینکه اقوام ببینید صحبت سر اینه که شما هیچ وقت در قرن 21 یک پسر رو به خاطر کارهایی که پدرش کرده محاکمه نمی کنید و بهش نمی بندید. ابدا. استیتس کو میگه آقا این آدم اینجا هست، این خودشو چی میدونه و ما بر این اساس حرکت میکنیم. ما اگر بحث بکنیم که آقا کی حمله کرد و کی از قبل بود، خب خیلی حرف نه من حرف من این هست، این تجزیه رو داریم بهش میرسیم. یعنی این خیلی عجیب خواهد بود که یک قومی، ترک‌ها رو من نمیگم، آذری رو نمیگم، خب هر کار در هر جای دنیا حضورشون در اون جغرافیا از تهاجمی بوده که چندین هزار سال پیش، چند صد سال پیش به وجود. یا اصلا ممکنه الان وارثان اون مهاجمین باز خواستار این بشن که این بخش از این مملکت باید جدا بشه بیاد دست ما. این یک نگاه، این نگاه نگاه نژادگرایانه است. آقای چلنگ، من گفتم شما اتنیک رو تعریف کنید. نژادگرایانه اینه که ما دنبال ژن و نمیدونم کروموزوم بگردیم ببینیم چه جوری که اون امروز رد شده. بحث بر سر این است که اتنیک رو ما بر اساس فرهنگ و زبان تعریف می‌کنیم و این مهم نیست دیروز اومده، 100 سال پیش اصلا بحثی نیست که 100 سال این جو این که بخواد جدا بشه این حقش هست یا نیست. نه، حق جدایی وقتی که این ملت بخواد، شما نمی‌تونید جلوش بایستید یا یک گروه یک جایی میگه آقا اون دیگه براش خواهد جنگید یا بر این مسئله خواهد رفت. بنده چنین چیزی نمی‌بینم. ممکن گروه هایی باشن که اینو بخوان به. ولی اون گروهه، اون گروه تفکر خودشه، اون نمیدون. ما میدونید بحث فردی که نمیتونیم بکنیم. شما میبینید از یه طبقه کارگر خانم تاچر در میاد، بعد یکی از چیزهای سرمایه‌داران، تئوریسین‌های سرمایه‌دار، یک مکتبی رو میاره، نئولیبرالیسم. خانمی که از پدرش سبزی فروش بوده، بقالی داشته. خب این ما بحث در این نمی کنیم که یه فرد ممکنه بیاد یه ایدئولوژی بپذیره بگه آقا من میخوام جدا بشم، من میخوام. بحث بر سر اقوامی که در داخل ایران هستن. یعنی راه حل، ببینید پرسش این هستش که راه حل مسائلی که وجود داره، اشاره کردید شما به این هستش که رفت و در زمینه فرهنگی کار کرد که سامان بگیره، نه فقط مسئله سیاسی در حوزه سیاسی باقی بمونه. مسئله ببینید این مسئله یه خورده خب با فرهنگ شروع میشه نه. ولی ابعاد وسیع تری داره. ببینید دریاچه رضایی داره خوش میشه نه. خب این اگه دست خود آذربایجانی ها بود، نه اینکه کسانی که اونجا صد بستن آذربایجانی نیستن، ولی حکومتی که به اتاقها به مردم کار داره چطور میتونه اجازه بده جلوی آبهای یک چیز صد بزنه؟ سوال بسیار خوبی است. در نیمه دوم برنامه این پرسش رو با آقای علاءالدین فتح‌رازی، پرسشی که خودشون مطرح کردن، پاسخش رو جویا خواهیم شد. وبسایت آقای
علاءالدین فتح‌رازی رو روی صفحه برنامه با سرزمین ما میبینید، برنامه ویژه گروه تفسیر خبر. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای علاءالدین فتح‌رازی با من و شما عزیزان هستند، پژوهشگر، نویسنده و فعال فرهنگی آذری، فعال ملی آذری. گفتگو می‌کنیم درباره حقوق اقوام ایرانی، به ویژه در مورد مردمان آذربایجان ایران. رسیدیم به کجا؟ به دریاچه تقریبا خشک شده رضایی. میگفتید من عرض کنم، من صحبتم از اونجا شروع کردم که اصولا این مسئله قومی یا ملی در حد زبان و فرهنگ هم نمیمونه، چون که تمام شونات زندگی یک قوم یا ملت رو در بر میگیره. اگر در آذربایجان حکومت محلی بود که میرسید به این مشکلات، هیچ وقت کار به اینجا نمیرسید. حالا چی باید کرد؟ ببینید آقای فتح‌رازی، مثلا حکومت محل، هر حکومتی ممکنه، اومدن شورای محلی شد، حکومت محلی شد، استاندار، فرماندار، کرد، هچ طور، چی باید کرد که به سرنوشت حکومت های مرکزی دچار نشه، همون حکومت محلی دچار فساد نشه؟ چه ابزاری باید برای کنترلش داشت؟ اون دموکراسی محلی رو که در مجموعه دموکراسی ملی هست، چجوری، چه تضمین هایی باید برش به وجود؟ ببینید، از یه نظر این سوال شما برمیگرده به اینی که رشد جامعه در چه سطحی هست. این واقعیت است. ولی این کمک میکنه به کنترل های چند جانبه. شما حکومت مرکزی داری که اقوام هم اونجا هستن، نه اینکه نباشن. حکومت مرکزی باز مال اون اقوامه، میشینن با هم روی بودجه بحث میکنن، روی امکاناتی که قرار بگیرن بحث میکنن. بعد دوباره یک این اونجا یک حالت کنترل وجود داره. یعنی
این خصوصیت غیر مرکزی شدن، غیر متمرکز بودن حاکمیت، یه مقدار زیادی جلوی اون مثلا فساد اداری و مالی رو میگیره، چون دوباره اینا باید بره توی مجالس ایالت و ولایتی بحث بشه و اونجا باید انتخاب بشه. راه دیگری وجود نداره، چون که دموکراسی همینه. یعنی مجلس خواهد داشت؟ بله نهایتاً، ولی این اجازه میده، چون اجازه میده به مردم، خود مردم در حکومت شرکت بکنه، این جلوی اون فساد رو تا حد زیادی خواهد گرفت. راه دیگری وجود نداره که شما یک کسی رو، خیلی هم آدم خوبی باشه، خیلی آدم پاکی باشه، بذارید بالا، اون بخواد بر همه چی نظارت کنه، همه چی رو درست کنه، این حالا این فرد نباشه یا حکومت باشه. این مشکلی که ما داشتیم. ببینید یک بحث اینجا هست، من اجازه میخوام بحثو بکنم. خواهش می‌کنم. حکومت هایی که در ایران بعد از مشروطیت اومدن روی کار، این دولت ها، دولت هایی که اومدن، چون ببین این مسئله خیلی مهمه، ما به حکومت میگیم دولت، به دولت میگیم حکومت، دیگه عرف سیاسی ایران نیست. علتش نه، علتش رو میخوام عرض کنم. کسانی اومدن سر کار که مال مردم نبودن. چرا؟ مشکل مردم رو نداشتن. چرا؟ چون به عنوان ملت ایران اومدن. حالا این ملت ایران کجاست؟ آیا مردم ایران هست؟ نه. آقای احمدی نژاد میگفت ملت ایران احتیاج به انرژی هسته‌ای دارن. آقای داریوش همایون این ور آب میگفت نه، ملت ایران احتیاج نداره. همش با این کلمه ملت شروع میکنن سیاست های خودشو توضیح بدن. این مثلا فقط در مورد ایران نیست، در مورد امریکا هم هست. آقای بوش میگفت ما میخوایم باید بریم عراق بجنگیم، افغانستان بجنگیم. آقای اوباما گفت نه. بعد میگفت این به نفع ملت امریکاست که این کارو بکنه. اینا میگه نه، به نفع ملت امریکاست که ما بریم بیرون. صحبت اینجوری که ما از ملت میکنیم، البته فرق بسیار زیادی هست مسلمه در ساختار سیاسی. ما بحث ساختاری نمی کنیم، مسلمه. ولی این مسئله جلوی این صحبت ملت ایران، و من نماینده ملت ایران هستم، جلوی ایجاد جامعه مدنی در ایران رو گرفت. ببینید یه نظریه وجود داره، حالا که صحبت به اینجا کشید برمیگردیم به سرعت به طرف درشه رضاییه. بسیار. یک نظریه وجود داره، کسانی که اساسا در هر زمینی، چون به خصوص در کشورهای مثل ایران بسیار رواج داره، در زمینه هنر، سینما، تئاتر، نقاشی، موزیک، سیاست، همه چی، بنده نوعی یک روزنامه نگار مثلا میگه آقا این فیلم، این نوع سینما به سود مردم نیست، یا مردم این فیلم دوست ندارن. این نظریه چیه تو میگه؟ میگه که کسانی که به تنهایی از طرف مردم صحبت میکنن، حالا چه احمدی نژاد چه بوش، اینا بالاخره رأی آوردن، یا هرچی، آقای در دموکراسی هایی که دیگه اکثریت رأی بهشون داد، باز اونا یه توجیه میتونن. ولی یه آدم مثل بند، برقیه مثال میزنن، بگم به مردم ایران مثلا سینمای فردین رو دوست ندارن، یا مردم ایران اینو دوست دارن اونو دوست ندارن، این نظریه میگه بلافاصله باید توجه کرد که ویروس دیکتاتوری در آدم وجود داره. یعنی کسی که شخصا به نمایندگی از مردم صحبت میکنه، خب همینی هستش که دیکتاتورها انجام میدن. من از کجا میدونم؟ این حرف تایید و بله، مسئله حرف شماست. فقط فرق مسئله اینه که من، وقتی شما یه کلمه انتزاعی رو استفاده میکنی مثل ملت، انتزاعی البته انتزاعی برای این که میشه باش بازی کرد، ولی مردم، ما مردم رو میشناسیم، مردم تو خیابونن، مردم آسفالت میخوان، مدرسه بر بچهش میخواد، سخت بالا سرش میخواد، مردم زن مرد حقوقش رو میخواد، مردم ترک لور کرد اینا زبانش رو میخواد. من مردم رو میشناسم، من ملت ایران نمیدونم، چون اونقدر سوء استفاده ازش میشه. و دقت بفرمایید که در تمام دنیا وقتی صحبت از یه ملت میکنید، یک اتنیک پشت سرشه، غیر از جاهایی که حالت فدرالی داره، یک اتنیک پشت سرشه. و بعد بعضی وقتا از اون اتنیکا رشد کردن، زود رشد میکنه، دولت خودشو تشکیل میده، اون قوم خودشو رشد کرده، دولت انگلیس رو میسازه، دولت ترکیه رو میسازه. ولی بعدا دولت انگلیس رو
بر اساس این تعریف نیست، ولی اون کسی که بالا دموقراسی. ولی اون کسی که بالا نشسته بود این بود. حالا همین دولت همین حالا این مشکل داره. مشکلش چیه؟ اقوام دیگری هستن که کم کم پا میشن و حقوق چیز میخوان، حقوق مساوی با این کسی میخوان که اون بالا نشسته. اون یه بحث دیگه است. من میخوام بگم منظور دولت فعلی انگلیس به خاطر اینکه از قوم فلان بوده یا بهمان که انتخاب نه نشده. قوم فلان نه، ولی انگلیس بوده دیگه. زبان انگلیسی، فرهنگ انگلیسی و حاکمیت این بخش از سرمایه‌داری انگلیسی رو اونجا میخواسته پیش ببره. برگردیم به دهرشی رضایی. آقای فترازی، دهرشی رضایی به نظر شما الان گفته میشه طوفان‌های نمکی پیش بینی میکنن کارشناسا، میگن گسترده‌تر و بیشتر خواهد شد. راه حل این مسئله چیه؟ والا من متخصص نه اینکه جلو طوفان‌های نمکی گرفته نه. ببینید راه حل الان در ایران که اتفاقاتی مثل خشک شدن دریاچه نمک نیفته، بالای 14% از کودک طبق آمار رسمی از کودکان واجد شرایط مثلا نتونن به مدرسه برن که حتما بیشتر از این بوده، همین مسئله راه حل چیه برای یک ایران؟ حکومت غیر متمرکز مردمی، همون فدرالیسم، فدرالیسم استانی، یا این فدرالیسم باید تعریف بشه. ولی شما این تعریف... من میگم، من عرض کردم دفع. من یه وقتی فکر میکردم که این اقوام ایرانی اونقدر بلوغ دارن که میتونن بشنن دور میز و تکلیف ایران رو روشن کنن، حکومت آینده ایران رو اونا بسازن، چون مملکت مال این است. ولی من امروز این بلوغ رو نمیبینم. برای همین من فکر میکنم فدرالیسم باید استانی باشه، در همین خطوط استانی که وجود داره. خب اینا بعدا میتونن با هم صحبت کنن، یه کسی به استان دیگه اضافه بشه یا کم بشه یا هر چیزی. بعد از اینجا شروع بشه، همون انجمن‌های ایالتی ولایتی باید حتما وجود داشته باشه، یعنی که حکومت‌های محلی. ببینید ما چرا میگیم حکومت رو به جای ملت، ملت رو به جای حکومت استفاده میکنیم؟ نه، ملت و حکومت دولت و دولت. بله، برای اینکه ما زمان مشروطه، اگه ما ادبیات مشروطه رو بخونیم، اونجا روشن کردن، میگن حکومت سمسام و دوله، مثلا حکومت فلان. بله. و آقای محمد علی شاه اومد گفت نه خیر آقا، کی گفته حکومت مال منه؟ بعد از اون دوباره، بعد از استبداد صغیر که مشروطه‌چیا اومدن تهران رو گرفتن، شیخ فضل الله نوری رو که بردن اونجا، گفتن جزء محاکمش گفتن آقا تو بر ضد دولت مشروطه باشد. حالا من این برای این که این حکومت هایی که اومدن همش گفتن که آقا ما میخوایم حکومت بکنیم، تمام حکومت هایی که بعد از مشروطه اومدن اینجوری اومدن، و به خاطر این ما نتونستیم جامعه مدنی که در دور ور ما بالاخره در ترکیه جوری هست یا در اروپا هست، ما نتونستیم شکل بدیم. جامعه مدنی هم خیلی راحت جدای سه قوه، یعنی و جدای دین از حکومت، جدای دین از حکومت در رأس میاد. یعنی شما نمیتونید همین حالا بحث دموکراسی و سکولاریسم هست دیگه. حالا خود مذهبی ها به این نتیجه رسیدن که برای اینکه همدیگر نکشن باید ول کنن این مسئله دین سیاسی رو، چون که سنی بیاد شیعه رو میکشه. وقتی چون کمی که حدود 3 دقیقه وقت داریم، ببینید خب راجع به مفهوم دولت و حکومت امیدوارم در برنامه‌های دیگه صحبت کنیم، از زمان مشروطه چه مفهوم پیدا کرد یا تغییر مفهوم داد، چون بخوایم این ریشه ها رو بریم دنبالش. خب کلمه دولت یه کلمه عربی است، معنیش اساسا یعنی کشور یا مملکت ایران که ما به کار میبریم. مملکت اصولا ریشه فیلولوژیک زبانشناسانه بخوایم صحبت بکنیم، معنیش کشورهایی است که حتما پادشاهی هستن. ما اینا رو دیگه نمیتونیم الان به کار بریم، کمی که در ادبیات جمهوری اسلامی هم به کار برده میشه. اما پرسش من این هست، چون صحبت مشروطه رو کردیم اینجا رسیدیم و شما گفتید که به اون بلوغ نرسیدن، پرسش اینه که در مشروطه به هر حال جنبش مشروطه این بود که بسیاری بودن که خواستار جدای دین از حکومت بودن یا دولت یا هر چی که اسمش بذارید، ولی در انقلاب 57 میرسیم به آیت الله خمینی، اصلا رهبری جنبش انقلاب هر چی که هست روحانیت شیعه است. 34 سال بعد از آیت الله خمینی اگر
تحول اسمش رو بگذاریم، الان بسیاری از روشنفکرها یا گروه های سیاسی امید بستن به یک روحانی شیعه دیگه، روحانی. این سیر تحول رو شما چطور، اگر رو به بالاست رو به پایین چی هست، چرا کنده ببینید سریعه، من نمیدونم. ببینید در مورد روحانی و این که چجوری میشه با اصلاح طلب ها بخورد کرد، به نظر من کسانی که از روحانی حمایت میکنن یه جور نیستن، اینو باید روشن کرد. اصلاح من خودم به شخصه به روحانی رأی دادم، ولی اینو به شما بگم، برخورد با اصلاح طلبات دو جوره، یا شما حمایت استراتژیک میکنی، یعنی معتقدی که اصلاح طلبات خواهند اومد، این حکومت رو درست خواهند کرد و اصلاحات خواهند کرد در جمهوری اسلامی، یا برخوردتون تاکتیکی است، یعنی میگید این میاد یک شرایطی ایجاد میشه که تو این بزن بزن بالاخره مردم حرفش رو میزنه، همینطور که اتفاق افتاد در جنبش سبز و در تمام اینا. من فکر میکنم اگر شما، من اصلا اعتقادی ندارم که در جنبش در جمهوری اسلامی اصلاحاتی به وجود خواهد آمد. من فقط معتقد به این هستم که اتفاقی که در سال 88 نیفتاد، چون اونجا ما سه تا امکان داشت، یا آقای موسوی ما سر کار قبول میکرد حرفای مردم اجرا کنه، یا نمیکرد مخالفت میکرد، یا میذاشتنش کنار، اینو گذاشتن کنار. با آمدن آقای روحانی به نظر من شروع آغاز شده پایان جمهوری اسلامی. تناقضات رو شما هر روز میبینید. رأی دادید به این خاطر؟ بله، برای اینکه من مطمئن هستم که این یک رژیم فاشیستی که اجازه هیچ گونه اپوزیسیون خارج رو نمیده، این اپوزیسیون همیشه در داخل ایجاد میشه. یک رژیم دیکتاتوری ها معمولا اینجوری هست. امید ندارید که مطالبات مردم آذربایجان رو در دولت روحانی نه. سپاسگزار هستیم آقای علاءالدین فتح رازی، امیدواریم در برنامه‌های دیگه با ما باشید، با بینندگان ما باشید. خیلی متشکرم. حتما چنین خواهد بود. من به نمایندگی از شما همینجا باز دعوت می‌کنم در برنامه‌های آینده با من و شما باشن. برنامه بعدی سرزمین ما رو من احتمالاً از آمریکا برای شما اجرا خواهم کرد، در خدمت شما خواهیم. به امید روزی که نه طوفان نمک مردمان آذربایجان را هم از ترک و غیر ترک بیازارد و نه طوفان شن مردمان خوزستان را هم از بختیاری و عرب و شوشتری و دسفولی و اصفهانی و همه آنها که در خوزستان گرامی زندگی می کنند و در آذربایجان عزیز و در ایران ماندگار، با امید به فردایی بهتر به پایان این برنامه میرسیم. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سهند و سبلان و آسماری، اورامانات، زاگرس، الوندکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. چون موسیقی درمان چی میدیر، دل بیمار چون موسیقی درمان چی میدیر، آنسوز امرم در بویان من از زندان چی میدیر، اونو در درد غمیم چی کشیده موسیقی نیم، سانچو دنیا یا زمان باغ جلستان چی میدر آبان آم آبان آم Thank you.
aşıklar Sevirem musikini, sevgili canan kimidim Kara bak, karmana bak, nalesi bülbül kimi cüzar tutur Gül feravinde yodan, halı perişan kimidim Bəxtəvər kimsədir ol xəlq üçün var musiqisi Musiqi bilməyən ölkə gör nəcə viran kimidir Dilyənə aşıqı olmuş bu gözəl musiqinin Yenəyə aşıqı olmuş bu gözəl musiqinin Deyəcəksən bu məhsul Yenə sən an kimdir Aman 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 İsmi pinhan niye menden küsürsün Dost mehri ben yadım onlar ya için İsmi pinhan niye menden küsürsün Dost mehri ben yadım onlar ya için Bir gün ölsen hamı diye ayıptır Zanı yanaya Bir alar zanı yanaya, bir alar ya için Zanı yanaya, bir alar zanı yanaya, bir alar ya Shut up.